سلام به همگی خوش آمدین به یک ویدیو دیگه بیت کوین مارکت ارزهای دیجیتال از دیشب تا یک دیپ سنگین گرفته بیت کوین نزدیک 10 درصد رفت پایین در 24 ساعت گذشته 38300 دلار اتریوم 2790 دلار دارایی کل مارکت هم 1.8 تریلیون دلار دارایی کل مارکت 10 درصد رفت پایین شاخص ترس و طمع بیت کوین روی 19 هست الان البته آپدیت بعدی 9.5 ساعت بعدی دیگه است الان شاخص ترس و بیت کوین حتما روی 10 هسته و کل بازارهای مالی الان خراب هستن نستک بورس هم رفته پایین دی ویدیو یوتیوب یک آپدیت برایتان از مارکت میدیم چی اتفاق افتاده برای مارکت چرا مارکت بیشتر رفت با این چی چیزا بیشتر ما از این مارکت میتونیم انتظارش را داشته باشیم و الان ما باید چی کار کنیم بهترین کاری که ما الان میتونیم انجام بدیم چی هسته قبل از شروع ویدیو خوشحال میشم که اگر همه بریم پایین دو دکمه لایک کلیک کنین جدیدین در کانال کانال هم سابسکرایب کنین و زنگوله کناش روی آل قرار بدین تا ویدیو های جدید از دست ندین ایتریوم 2796 دلار bnb 416 دلار کاردان 1 دلار و 19 سنت سولانا 118 دلار ترالونا 73 دلار پولکادوت 21 دلار هرچی پایین تر بریم آل کوین ها هم آل کوین هایی که مارکت کپ ارزش کلش کمتر هستن بیشتر رفته پایین نسبت به آل کوین های بزرگ مارکت و همچنین بیت کوین شاخص ترس تمای بیت کوین الان روی 19 هست الان دیگه ما تقریبا در منطقه اکستریم فیر ترس خیلی زیاد هستیم در مارکت نستک هم رفته پایین شما میدانید که بازار ارز دیجیتال با بازار بورس هم رابطه داره بعضی وقت که بازار بورس میره پایین تاثیر روی بازار ارز دیجیتال هم مگذاره شما لیکویدیتی رو ببینید در 24 ساعت گذشته در همون شروع خب دیروز یک کانفرانس بود در فدرال لزرف آمریکا که من تا اینجا جزیات خیلی زیاد در موردش ندارم یک تاثیر کوچیک مثبت روی بازار ارز دیجیتال گذاشت بیت کوین تا 43 هزار دلار رفت بالا بعدش یک لیکویدی سنگین ما اونجا داشتیم 353 میلیون دلار لیکوید چیزی که باعث شده بیت کوین بیشتر ببره پایین و بعد شما میدونید که لیکویدیتی میتونه مارکت بیشتر بکشانه پایین در 24 ساعت گذشته 899 میلیون دلار نزدیک یک میلیارد دلار لیکوید در 24 ساعت گذشته 197 هزار کسانی که شورت و لیوریج اینا میگیرن لیکوید شدن در در 24 ساعت گذشته و اینجا شما آل کوین ها رو ببینید به نظر شما ما الان وارد بازار خرسی بیت کوین شدیم نظرتان در کامنت برین بنویسین تمام آل کوین ها قرمز هست جز یک تا آل کوین یا آل کوین چی هست آلی تاس که ای برعکس کل مارکت 99 درصد صعود داشته در 24 ساعت گذشته خب خبرهای منفی زیاد هست در حال حاضر و همزمان در کنارش خبرهای مثبت هم زیاده یکی از یکی از دلیلایی که بازار ارز دیجیتال و بازار بورس رفته بیشتر پایین خب فدرال رزرو آمریکا میخوای از ماه مارس امسال که زیاد باقی نمانده یک یکونی ماه دیگه باقی مانده تا ماه مارچ نرخ بهره را افزایش بدن چیزی که هنوز ترس و تردید بین سرمایه گذاران را جا انداخته یا ترس و تردید بین سرمایه گذاران است نه تنها سرمایه گذاران ارزی دیجیتال دیگه بازارهای مالی همچنین و بعدش الان یک مقدار شایعه شایع جنگ و نمیدانم جنگ اقتصادی و اینا بین روسیه و اوکراین هسته و دیده میشه که روسیه میخواید استخراج ارزهای دیجیتال را ممنوع کنه دیگه خب اینا تاثیر منفی تاثیر منفی زیاد روی مارکت بگذاره تا حالا اونا نتیجه نهایی رو اعلان نکرده ولی دیدم که روسیه چنین برنامه ای داره اون وقت دیگه ماینر های بیت کوین باید, باید از اونجا مهاجرت کنه که تا اینجا تحلیلگران بیت کوین گفتن که آمریکا و همچنین کانادا بهترین مرکز برای مهاجرت کردن از اونا هستن در حال حاضر اه خبرهای مثبت زیادتر از خبرهای منفی هستن ولی خبرهای منفی خبرهای هست که بازار ارز دیجیتال یا دیگه بازارهای مالی از همی نامشخصی یک چیز خیلی بدش می آید واقعا یعنی بازار ارز دیجیتال و دیگه بازار ایک خبرهایی که داخل مارکت هستن اما نتیجهش مشخص نیست چی میشه دیگه فدرال رزرو آمریکا میخواد اینفلیشن تورم رو بیاره پایین نرخ بهره افزایش بده چیزی که میتونه مقدار لیکویدیتی را از بازارهای ریسکی بکشانه بیرون این ویروس جدید کرونا و همچنین درگیری درگیری کشور روسیه با اوکراین اینکه امکان داره ای باعث بشه که های بیت کوین از اونجا مهاجرت کنه حالا چند تا خبر مثبت هم میخوایم برتان شیر کنم خبر تمام خبرهای منفی نیستن خبر مثبت اول اینکه که توییتر دیروز اعلان کردن که اونا از این برای کاربران خود اجازه میده که والت های مثل متا ماسک را را به پروفایل توییتر خود وصل کنه و این که دارم اونجا به نمایش بگذارن با تمام جزیات در مورد از این شما یک ویدیو هم ساختم دیروز در اینستاگرام و تک تاک فیسبوک اینستاگرام دقا میخوایم کار انجام بدیم ویزا کارد و صرافی افتی اک اکس یک قرارداد همکاری شروع کردن که برای میلیون ها نفر و روی میلیون ها کمپانی امکان خرید یا امکان پرداخت با ارزهای دیجیتال ده بدن یقینا خبر خوب برای کل مارکت هستم و رابین هود در حال تست کردن همی والت والت ارز دیجیتال کنه در حال راه اندازی در حال تست کردن از او هست برای یک هزار نفر به احتمال زیاد به والت رابین هود هم میای جایی که میتونه خیلی سرمایه گذار زیاد و سرمایه گذار جدید داخل مارکت ارزهای دیجیتال بیاره به نظر شخصی من اصلا هنوز نتیجه مارکت دقیق مشخص جهت مارکت دقیق مشخص نیست با اینکه ما خبرهای خوب داریم خبرهای منفی داریم نظر تحلیلگران بزرگ بیت کوین خیلی از تحلیلگران بیت کوین میگه که 38000 دلار 37000 دلار آخرین یا کف بیت کوین است و یک حمایت قوی برای بیت کوین است و بعدش پس دوباره ما میتونیم وارد یک فاز سودی بشیم یا اینکه اگر از 37000 دلار بره پایین اون وقت دیگه ما میتونیم بپذیریم که وارد بازار خرسی بیت کوین شدیم اون وقت دیگه ما باید انتظار پایین رفتن بیت کوین تا 20000 دلار را داشته باشیم هیچ کدام از اینا مشخص نیسته من خودم شخصا هیچ برنامه برای فروش ندارم فقط هودلینگ هولد کردن و یک مقدار پول کش در صرافی هم همیشه ذخیره داشته باشیم دارم و میخوایم داشته باشم مارکت بیشتر رفت با این فقط پله و پله ارزهایی که من رویش باور دارم ارزهایی که من دوستش دارم ارزهایی که در حال توسعه و پیشرفت است میخوایم پله ای ازش فقط خرید کنم اینی تنها استراتژی ما هست دیگه فکر بهترین استراتژی که فعلا ما میتونیم داخل از این مارکت داشته باشیم همین هستم دیگه در ضرر فروختن الان اصلا ایده خوب نیست و هیچ کسی هم نمیدانه که مارکت چقدر میتونه بره پایین هیچ کسی دقیقا هیچ کسی پس hold کنیم hodl اگر پول دارین ارزهای خوبه پله به پله خرید کنین ندارین فقط منتظر بمانید که ببینیم مارکت چی میشه اینی بود از ویدیو امروز حتما من در اینستاگرام فالو کنین نام اینستاگرام دقیقا نام یوتیوب مشتبه کاپیتال هسته لایک و کامنت فراموش نشه. همه در ویدیوی بعدی میبینیم تا ویدیوی بعد خدا نگهدار